سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اگه شما هم میخواین از جزئیات شکنجه گلشیفت فراهانی با خبر بشید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ما عروس کانالمون بهترین اخبار و حواشی بازیگران، خواننده ها، افراد مشهور و شاخهای مجازی رو برای شما قرار میدیم. پس اگه دوست داشتین چنل ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید. ظاهراً باید 6 سال از اظهارات عجیب گلشیفت فراهانی درباره اصغر فرهادی میگذشت تا یکی از همکارانش بان واکنش نشان دهد. سال 1396 بود که روزنامه گاردین گزارشی از گفتگو با این بازیگر ایرانی منتشر کرد. متأ حضور جنجالی او در یک فیلم فرانسوی در آن سال باعث شد بخشی دیگر از حرفایش که انتقاد به اصغر فرهادی بود چندان به چشم نیاید. گلشیفت فراهانی متولد 19 تیر 1362 در تهران است. دیپلم گرافیک از آن رسانه تجسمی دارد و به جز بازیگری تجربه خوانندگی و نوازندگی پیانو هم دارد. اصلیتش فراهانی عراق است. مادرش فهیم رحیم نیا متولد 1326 در تهران بوده. گلشیفت فراهانی مدتی در خارج از ایران زندگی می کند. گلشیفت در گفتگویی که با روزنامه گاردین داشت به گزارشگر این روزنامه درباره فیلم برداری فیلم سینمایی درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی گفته بود که فرهادی او را شکنجه می کرد و او را مجبور می کرد نیم ساعت در ساحل دریای خزر داد بزند و صبحانه آرد نخود بخورد تا صدایش در فیلم برداری گرفته شود. این بخش از گزارش گاردین آن سال بسیار به مذاق رسانه‌های اصولگرا در ایران خوش آمد. در ادامه به شرح کامل این ماجرا و واکنش پیمان معادی به شکنجه گلشیفت فراهانی توسط اصغر فرهادی پرداخته ایم. فراهانی همچنین در آن گفتگوی غیر مستقیم به مانی حقیقی یکی از بازیگران فیلم اشاره کرده و گفته بود به دلیل ضربه‌ای که بازیگر دیگر در خلال فیلم به او وارد کرده پرده گوشش سوراخ شد، اما کارگردان اجازه نداد تا انتهای روز بعد و پایان فیلم برداری به بیمارستان برود. او در ادامه گفته بود آنها دیگر از آن زمان با هم صحبت نکرد. و اما واکنش پیمان معادی به شکنجه گلشیفت فراهانی توسط اصغر فرهادی چی بوده؟ معادی پاسخ داده بود این یک بی‌انصافی محض است و از بابت آن بسیار متاسفم. درباره الی سختی های زیادی کشیدیم. اختلاف هایی در گروه به وجود آمد، اما هیچ کدام به دلیل خشونت کارگردان نبود. آن سال هیچ جایزه به بازی های درباره الی داده نشد، چون رئیس هیئت داوران آن سال گفته بود فرهادی با شلاق افتاده بود به جان اینها و اینا تحت تاثیر شکنجه‌ای که می‌شدن دارن بازی می‌کنن. اگه اینطوری بود که بقیه کارگردانا هم با شلاق بازی‌های درخشانی می‌گرفتن. دمتون گرم تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.